گیرم که از حماسه طوفانی حماس من نیز چون شما کنم اظهار انزجاج، وان کهنه زخم تازه هفتاد ساله را ساقط کنم ز حیز هر گونه اعتبار، چون کبک سر به برف تغافل فرو برم، رندانه چشم پوشم از این ظلم آشکار، پا بر دلم گذارم و گویم بریده باد دستش که دست برد به سوراخ سوسمار، بستیزم از عداوت آخوند با دلم، بگریزم از قساوت عقرب به کام مار، پوشم سیاه و بره معصوم قوچ را قربان کنم به مجلس ترحیم گرگ هار، گویم به بازمانده کودک کش فقید یک بار قطع کن نفس غزه را نوار، با عرض تسلیت همه بر دوش یک دگر تمساح وار عشق بریزیم زار زار، بر دوشتان دو بیت بخوانم به گوشتان، در دل دهید پاسخ آن را به استتار، قومی که بغض کشت چه غیر از غضب درود، خلقی که خار داشت چه برداشت غیر خار، آن کس که کینه رشت نپوشید جز کفن، وان کس که عقده کاشت درو کرد انفجار. دوست عزیزی که من معرفی کردین آهنگای خوشگل عربی رو باست اینکه بسیارم بعد از شعرش، آره خیلی با اطمینان میگفتش که کپی رایت رو نبا اینا آزاد کار اصلا اینا رو چه به ریلیز مثلا موسیقی، ولی همشون با چی میزنه یوتیوب به آدم اونی که میزنه. خب چه بود و از چه به جا رفت و بر کجاش رسید؟ آقا جان مشترک الغروز میشن بعضیا. از این چیه؟ یه مقاله داره تقریبا به گمانم به زعم بنده بهترین نویسنده فارسی نویس خانم مسجد امیرشاهیه و ایشون یک از شاعرهای مورد علاقه من هم ایشونه، حامد. حالا چه اتفاق بامزه افتاده؟ اینا تقریبا به هم خیلی مربوط نیستن جز در آزادگی و رای مردی احتمالا، و همزمان تقریبا یکیشون به نثر دیگری به نظم راجع به یه موضوعی صحبت کردن که موضوع خیلی مهمی بود و هست احتمالا هنوز و خواهد بود در مسائل مشابه خصوصا در آینده نزدیک یا دور، امیدوارم به ما نکشه خیلی این قضایا. برید مسجد امیرشاهی رو میتونید ببینید یا بیشتر با این آدم فوق‌العاده آشنا بشید که واقعا آدم خفنیه. یعنی من سراغ ندارم مثلا، حالا درسته که من میگم بهترین نویسنده حال حاضر فارسی نویسنده حال حاضره، منظورم بین اونایی که زندن، ولی بین اونایی که مردن هم من یادم نمیاد از مثلا یه هدایت خوبه به نظرم هنوز متاسفانه. خب البته نویسنده به معنی مثلا کسی که دستش بنوشتن خیلی خوب و روون میره و اینا داشتیم و اینا، ولی نویسنده که واسهش مهمه که چی داره می‌نویسه و به شکل هنری اونه، مثلا جمالزاده خب واقعا هم خیلی نویسنده توانا و خوش زبون و خوش قلمی خوش قلمی بشه بگی، همین که خب حواسش هست و در صدد در اومده که مثلا شعوری بده به یه گروهی به هر حال، چون که مثلا نمیشه شاید بگی که واسه همه می نوشته، البته خب کارهای تحقیقاتی هم کرده. حالا نمیخوام وارد اصلا این بحث رو نمیخواستم بگم،
به هر حال نظرم خانم امیرشاهی حتی از بین نویسنده‌های درگذشته هم یه چیزی اگه نگم در سطح هدایت که نمیتونم حالا بگم، به خاطر اینکه خب هدایت جدی یعنی چند تا داستان کوتاه شاهکار داره هدایت و دو تا رمان، حداقل دو تا رمان فوق‌العاده شاهکار داره در سطح جهان. دیگر اینکه هدایت بوده، خدا وکیل هدایت، یعنی واقعا آدم مهمیه. خانم امیرشاهی هم آدم مهمیه و نویسنده فوق‌العاده‌ایه. برید اون چیز رو بخونید، به دو دلیل مقاله ایشون رو. خانم امیرشاهی یکی از معدود نویسنده هاییه که مثلا انقلاب رو رمان کرده، میشه هنری برانگیخته. حالا خیلی شاید مثلا من خودم کامل نخوندم، اینقدر دوستم چیز نداشت که کامل بخونم، نه که نسل ایشون بد باشه و اینا، ولی مثلا اینطور که میدونم و میبینم که توانای در مثلا جایی مثل فصل جلد اول کتاب مادران و دختران چقدر اون توصیفاتش از ببین، من که نخونده بودم باستش. این که مثلا خب من مردم، میتونم هم تصور بکنم هم شاید بتونم توصیف بکنم، واسه یکی توضیح بدم و هست هم در کل تاریخ ادبیات متأسفانه خوشبختانه راجع به این جنس از یعنی جنس نرینه ی آدمی زد. ولی آیا حتی مثلا فروغ فرخزاد که اینقدر به فمینیست بودن و مثلا در حالا فمینیست به معنی عام کلمه اینقدر مثلا وقت گذاشته میشه بهش به عنوان مثلا زنی که زنیت خودش رو مثلا در بوه کرنا کرده بود و به من از زور بزرش بودن که البته گذاشته هم تا حدی، ولی هیچ کدوم اینا آیا مثلا اونطوری که تو مادران و دختران از دید و فکر اون دختره که دختر مثلا خانه اصل خانه اصل زداستون در مدت زمان هایی گذاشته میگذاره، در زمان هایی دور میگذاره، خونه کلفتی داره، بعد این کلفتی دختر جوانیه، از طرف یه پسر، یکی از پسرهای خانواده، حالا ماجرا بعد از اینکه پدرشون فوت کرده، سر و سری داره با این کلفت ناکرده. حالا به اونش کاری ندارم، یعنی هر کدوم اینا رو یاله میشه در صفاتی، به اینش کردم که اونجایی که این دختری که مثلا خانم خونه قرار بشه و هر خلا از زیر سلطه مامانش در بیاد و اینا و از طرف مثلا با چیزهای جنسیش مواجهه نداشته تقریبا، یعنی با کسی مثلا چیز نداشته دیگه، سکس کامل و اینا نداشته، اینو ما مثلا معتاد شدنش به عشق بازی کردن کلفت خونه با برادرشو، اصلا من کاری به اینم ندارم که مثلا راجع به این موضوع هم هیچ اثر جدی فوق‌العاده‌ای ما نداریم. یعنی من ندیدم آقا بعض جمهوری اسلامی که اصلا نمیشه احتمالا بوده باشه هم چیزی، چه تو ایران چه اونایی که خارج بودن و جدی بودن که دیدم که اینجوری نبوده. و اصلا مسئله مهمتر اینه که خب اونا رو یه مرد نوشته، سلسل سیاه نتونه این کاری که ایشون کرده رو بکنه به مسابه زن بودن هم، یعنی جنسیتش رو بر برداری این چنینی هم به عنوان جنسیت کرده. حالا دارم میزه پرتوالا میگم و پرکنده، ولی واقعا من از هم مهمترین و بهترین نویسنده حال حاضر فارسی نویسه، امیدوارم بیشتر بشناسنش همه آدم های حداقل مخاطب جدی کتاب و ادب، مسئله ادبیات. آدم خفنی هم هست، میدونی اون موقعی که مثلا همه میگفتن آره بره شاه و نمیدونم خمینی بیاد و اینا، خیلی صداهای رسوایی نبودن که بگن آقا بیخیال یه ذره فکر کنیم مثلا بریم مثلا کتاب یارو رو بخونیم بریم چیه، یا مثلا اینجوری اونجوری، یا یکی از کورسوهای امیدی که چقدر غم انگیز اون ماجرای بختیار، همین خانم امیرشاهی اون کورسو رو تابونده، اینکه آقا کسی حواسش هست حمایت دارین نمی کنین از بختیار. حالا نمیخوام وارد اون مسئله ناراحت کننده و غیر ناراحت کننده بشم، میخواستم این آهنگ زیبا رو که یوتیوب اجازه نمیده رو یه کارش کنم که اجازه بده، مثلا قشنگ خود آهنگ میگه چی؟ میگه اونه
بذار بیا اول سرچ کم کنم میشه؟ یعنی یوتیوب اوکی میشه؟ بعضیش من میفهمم بعضیش نمیفهمم، ولی حتما ترجمهش هست دیگه. اونجاش که میفهمم میگم تکم داریم میگه سرنوشتم یکیه اونا دیکم. آه اینو میدونم که این ممکنه کمپوز خودش کرده باشه. همین احمد دارم چی؟ ناشم که احمد هم آخه چند وقت دیگه هم یه ویدیو میذارم که یه شعر بسیار فوق‌العاده هست تویش از یه شاعر احتمالا فوق‌العاده عرب است، احمد مطر، احمد مطر، ایشون هم احمد نمیدونم چیه که. خب ولی شعره مثل اینکه فولکه سرباز، برای اینکه مثلا جذب سرباز کنن شاید مثلا گفتم، چون که اولش میگه که اونادی کن فرا میخونمت، مداد میدم بهت. اشد على عيادكم، دستاتو فشار میدم، یعنی اشد على، اشد به سختی مثلا بشد بر دستت، میفشارم بر دستت با عبوس العرض. حالا نه با این عبوس که میگه که ما هم میگیم بوس، من فکر کنم فارسی با قبله چه فرقی داره. خیلی خنده داره که دو سه تا شعر خونده بودیم اخیرا هم توشون قاف به من قافیه این قبله رو استفاده کرد. چیزم داره حافظم بودم این قبله تو بزاره هم بود حالا. ولی بوس، بوس هم عربیه، یعنی ماچ فهم اسمه، ماچ هم شاید نباشه با اسمه ما. حالا که اینجوری هم یه نکته خیلی، یه نکته خیلی من رو به فکر وامی داره و اصلا تعجبم رو مقصدم برمی‌انگیزونه اینه که ژاپنیا برای مثلا عددها هم معادل نداشتن. خیلی عجیبه، یعنی مثلا خب حالا سیکس تو خیلی جای دیگه هم میگن سیکس به سیکس به خاطر همون فرهنگ بسته تر جوامع شرقی که حالا من میشناسم و باشون دمخور بودم و رفتم از گاهی در گذشته های دور و اینا دقت کردم که مثلا میگن سیکس و اینا، این خب بخاطر اینکه مثلا شاید تو فرهنگ اینا چیز نبوده. مثلا ما داشتیم، خب گاهی رو داشتیم، ولی مثلا آدم حساب نمیکردن دیگه این کاتبین رو، نمیدونم اهل ادب و هنر و فرهنگ و یعنی کلا طبقاتی نگاه میکردن همه جای تمام دیگه. هنوز هم میکنیم ما متاسفانه. مثلا من یادم برادر نازنینم که سوناتا داشت، ایشون میگفت، بعد به خودم یه بار نشستم تجربه کردم پشت سوناتا بود دیگه فکر کنم، یعنی آقا تو مثلا پشت این بودی ملت یه جور دیگه نگات میکردم، مثلا راحت‌تر انگار مثلا به انتظار وای میسادن که تو مثلا رد شی، یا مثلا اگه تو وای میسادی که اونا رد شن، ملتی که عامل پیادن، و اون لبخند و بشاشیتی که در چهرهشون بود. حالا من مثلا یه از قلهک اومدم ترجمهش کردم، خیلی مسیر کوتاهی رو اومدم، ولی تو همون مسیرم دیدم برخورد داشتم با تفاوت نگاه ملت. مثلا موقع خودم فکر کنم ام وی ام داشتم. آره مثلا چقدر فرق میکنه نگاه بقیه تو وقتی تو پشت اینی. حالا نمیدونم به خود آدمم، به رانندهم توجه میکنن خیلی، هم مثلا نمیکنن ولی شاید بقیه بکنن، یا مثلا ماشین رو به مسابقه یه شخصیت در نظر میگیره. این هم نکته جالبی ها، چون خود ماشین هم چراغی داره مثل چشمای آدمی زاده. حالا خیلی درام بس دور میشم، به گیر یوتیوب بودم، اینا به لطف گیر یوتیوب بود. اینجاش نمیم چی میگه، میگه افعیکم نهال کمون نهالین و اینا هست که تحتم که زیره. نصیبی من، این همون تیکه قبلی شده دیگه، نصیبی من معاصی کن. من اول فکر میکنم این گناهموناهه، ولی تو لیریکش دیدم با عین و صاد ننوشته که مثلا اقص، نه اون گناه باز چیز بود، الف و سه نقطه بود، این بعضن
اسم این بعض زنه زنه اف معاصی هم خوب داریم دیگه، معصیت. آه معصیت دیدم تو لیریکش، حالا نمیدونم شاید لیریکش سعوده، ولی خب خیلی بی ربطه بخواد اینجا بگی معاصی کم، شاید مثلا حسرت آصف و ایناست. همه چون خیلی از هر کلمه هر چیز در میرن اینا. آره خیلی شنگه. دیکم 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 خیلی با مازه میشه با انگلیسی تحکیب کنه یکی، هرچند ممکن بهش نیاد، ولی که شاعرم من کارم همیشه اقراق است در نظر داشته باشن شعرها.